دستگاه امنیتی بحرین زندانیان سیاسی را به سختی شکنجه می کند. چند سازمان حقوق بشری در بحرین اعلام کردند که دستگاه امنیتی آل خلیفه زندانیان سیاسی را در اتاقهای مرگ به صورتی هدفمند شکنجه می دهند. سه سازمان فعال در زمینه حقوق بشر با انتشار گزارشی با عنوان اتاقهای مرگ جزئیاتی جدید از جنایات دستگاه امنیتی حکومت بحرین را افشا کردند. این سه نهاد حقوق بشری در گزارش خود با اشاره به وضعیت غیر انسانی بازداشت ها و زندانیان بحرین خواستار بازدید آنها از سوی نهادهای بین المللی شدند. گزارش های منتشر شده در خصوص وضعیت زندان های فعالان سیاسی بحرین از شرایط بسیار وخیم حاکم بر این زندان ها حکایت دارند و در اکثر این گزارش ها زندان های بحرین با بازداشتگاه های دوران حاکمیت نازی در آلمان مقایسه شده است. در گزارش های منتشر شده همچنین به این موضوع اشاره شده که اکثر زندانبانان از کشورهای دیگر آورده شده اند و در بازداشتگاه های بحرین برنامه های مرگبار برای شکنجه افراد دنبال می شود. بنابر اعلام منابع حقوق بشری، بحرین به عنوان یکی از کوچکترین کشورهای غرب آسیا دارای بیشترین زندانی سیاسی است. هم‌اکنون بیش از 10,000 معترض سیاسی در زندانهای نظام حاکم بر بحرین به سر می‌برند که 150 نفر از آنها به حبس ابد محکوم شدند. 150 کودک نیز در بین بازداشت شدگان سیاسی هستند و 200 نفر از شهروندان نیز به سبب خشونت و شکنجه نیروهای امنیتی دچار نقص عضو شدند.